کمیته جهانی حضرت سید و, و علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سه صادق حسینی شیرازی دام در کشور کویت ساخت اولین حوزه علمی ویژه بانوان شیعه را در کشور کنیا آغاز کرد مسئولان کمیته جهانی مذکور با اعلام این خبر اظهار داشتند با توجه به رشد قابل توجه مستفسران و پیروان اهل بیت علیه السلام در کشورهای آفریقایی بر خود لازم دانستیم تا بستری را برای تعلیم و ترویج معرف اهل بیت علیه السلام و آموزش فقه جعفری مهیا سازیم این کمیته با تاکید بر اهمیت علم آموزی مخصوصا برای بانوان شیعه این اقدام را رسالتی دینی دانست که جامعه عمل پوشاندن به آن ضروری و لازم بود مسئولان این کمیته افزودند در حال حاضر کمیته جهانی حضرت سید و, و علیه السلام برجسته ترین و پررنگ ترین نقش را در نشر دین مبین اسلام و مذهب حقه تشیع در کشورهای آفریقایی دارد و با توجه به اقبال مردم این قاره به مذهب اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام جای خالی مراکز و مؤسسات دینی و فرهنگی در این قاره به شدت احساس می شوند تا بتوانند نقش علمی, و علمی و فرهنگی خود را ایفا نمایند از این رو تا کنون کمیته جهانی حضرت سید و علیه السلام بیش از ده حوزه علمی در قاره آفریقا تأسیس کرده است در ادامه توضیحات مسئولان این امر آمده برای ما یک رویا بود که در کشور کنیا که فاقد مراکز علمی زنانه است یک حوزه علمیه ویژه بانوان تأسیس کنیم لذا در عمل به توصیه‌ها و راهنمودهای آیت الله لزما سید صادق حسینی شیرازی دامظله بر آن شدیم که یک مرکز علمی و دینی در این کشور تأسیس کنیم تا پناهگاهی برای دوستداران اهل بیت علیهم السلام و همچنین مکانی برای برگزاری مراسم های دینی مخصوصا شعار اهل بیت علیهم السلام که به مصابه قلعه فرهنگی و دینی باشد براییم. کمیته جهانی حضرت سید و, و علیه السلام به این منظور زمینی را در شهر ناکورو که از مهمترین شهرهای کنیا است خریداری کرده و ساخت اولین حوزه علمی بانوانشی را آغاز کرده است